خب دوستان عزیز بخش اول برنامه امشب من اختصاص داره به صحبتی که خب سردار حاجی زاده گفت و پس از اون اصلا زلزله شده در دنیا و خیلی برای من جالبه که رسانه های فارسی زبان این طرفی مثل بی بی سی رادیو فردا اینا کاملا لالمونی گرفتن اما رسانه های جریان اصلی کشورهای اروپایی و اسرائیل و آمریکا در دستشون بسیار قضیه رو جدی گرفتن ما در رسانه هاشون داریم میبینیم که مرتب دارن در این چند روز گذشته به این اشراف اطلاعاتی ایران اذعان دارن رفتن با پنتاگون صحبت کردن و پنتاگون گفته که ما نه تایید میکنیم نه تکسی ولی نوع برخوردشون نشون از این بر هم ریختگی و آشو... آشفتگی نیروهای آمریکایی میده که ایران توانسته چنین اشراف اطلاعاتی پیچیده ای رو داشته باشه من چیزی که برام خیلی جالب بود رسانه های اسرائیلی بود که اول از همه بهتون نشون بدم حتی شما ببینید اینجا مثل مثلا سایت ربکا فایل که این الان عکسش رو رو انداختم خود سایتش رو میتونید برید البته یکی از رسانه های معتبر اسرائیل فلسطین اشغالی در اومده و نوشته که ایران توانسته یه همچین داستانی رو داشته باشه و 7-8 پهپاد بسیار مهم امریکایی ها رو اشراف اطلاعاتی داشته باشه. من از روی خود همین روزنامه دبکا فایل براتون میخونم که اسرائیلی هست ببینیم اونا چی میگن این پایگاه خبری اسرائیل برمیگرده میگه که دسترسی سپاه پاسداران به سامانه های اداره و کنترل فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه بسیار خطرناک است من نشانه نزدیک شدن زمان روی, روی بین ایران و ایالات متحده از یک سو و ایران و اسرائیل از سوی دیگر است و مطمئن باشید اینها برهم ریخته من گفتم اگه پاش برسه ایران ترسی از جنگ نداره این دیگران هستند که باید بترسن وقتی که ما پهپادهای اینا رو میتونیم خیلی راحت تو دستمون داشته باشیم ما ترسی از اینا نداریم بارها گفتم بهتون حالا در ادامه بازم مطلب داره بارها گفتم که ما همین به دست آوردن آرکیو 170 هنوز اینا موندن حالا بعضی حتی بحث حک کردن نیست خیلی فراتر از این حرفه که من در اون برنامه هایی که در مورد یوفوها و پلاسما ساختم و خب خیلی سر و صدا کرد و مورد استقبالم قرار گرفت و خب این که در اپوزیسیون هستن وقتی فهمشون اینه که به موشک های بالستیک ایران که بسیار این موشک ها خطرناکه میگن موشک پلاستیکی خب معلومه که سطح سوادشون و سطح درکشون از اون برنامه من بسیار کم بود من طبق اسنادی که خود امریکایی ها و اروپایی ها منتشر کرده بودن اون برنامه رو ساختم که اینا رو گذاشتم کنار هم دیگه و گفتم ایران احتمالا به یک نیروی بسیار قوی رسیده و الان که میتونه هفتش هواپیما و پهبادهای فوق پیشرفته آمریکایی رو در سوریه و عراق نه تنها در دست بگیره که ببینه اونها دارن چی میبینن نه تنها دوربین اونها رو بتونه کن مثلا به دست بیاره که هرچی آمریکا ها میبینن ببینن بلکه توانایی اینا داره که اون پهبات ها رو بر زمین بنشانن که خود آمریکایی ها موندن یعنی میگه ما هنوز تو شکیم حالا در ادامه این روزنامه میگه انکار توانایی های ایران بیفاید است این اسرائیلیه داره میگه حالا شما اینو مقایسه کنید با اپوزیسیون عقب افتاده ما که میگردن میگن موشک ها اینا سیکیه. خود اسرائیلیه داره میگه میگه انکار توانایی ایران بیفایده است و این اولین بار هم نیست که ایران پرده از های خود در تسلط و نفوذ در سامانه کنترل و اداره هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا میدارد ایران روز به روز قدرتمندتر میشود آقا اینو اسرائیلیه داره میگه حالا نوچه های اسرائیلی که ایرانی نما هستن اونا یه چیز دیگه توی بی بی سی و مهد کودک من و تو به خورده ما میدن خیلی جالبا خود اربابه داره میگه که آقا جان آره ایران قدرت داره این نوچه های دون پایش برمیگردن <تصفح> مسخره میکنن بعد بر برای ما فقط مبارزان تر مبارزان فوتوشاپ کارن یعنی عکس مثلا آقای خامنه ای و یا این سرداران بزرگ گارد جاویدان سپاه پاسداران یه یعنی دفعه میان فوتوشاپ درست میکنن دماغ دلغکی میزنن به بخش گوش خر میزنن که در حقیقت خودشون هستن به خدا و اینا رو میزنن فکر میکنن دارن مبارزه میکنن آقا اربابت داره میگه ایران هر روز داره قدرتمندتر میشه در ادامه ای سایت دبکاف ای فایل برمیگرده میگه که توانایی ایران در شناسایی MQ9 یک فاجعه واقعی برای آمریکا است که یکی از این پهپادهای فوق پیشرفته است زیرا سپاه پاسداران به اطلاعات ارزشمندی از این نوع هواپیمای آمریکایی دست پیدا کرده و این بسیار خطرناک است و این قدرت ایران را تعبیر میکنه برای آمریکا یا این سایت اسرائیلی که این یک فاجعه واقعی فاجعه از فاجعه داره صحبت میکنه نمیگه یک شکسته شکست ببینید انسان با شکست زایده شده شکست انسان رو قوی تر میکنه برای یک پیروزی بزرگتر اسرائیل از واژه شکست برای آمریکایی اینجا استفاده نمیکنه میگه فاجعه واقعی برای آمریکایی است که تونستیم پهپادشون رو تحت کنترل قرار بدیم در کنار این مسئله من دیدم سایک آرتی از واشنگتن داشت پخش میشد گویا چون افسر آمریکایی هم رفته بود و خب یه عزیزی هم گویا اینا ترجمه کرده دمشکم و این سایت میاد مطرح میکنه که یک مصاحبه میذاره و افسر آمریکایی رو میاره و میگه ما هنوز تو شکیم من این میدونم که تو این دو سه روز احتمالا خیلی تو این کلیپ رو دیدید من این کلیپ رو براتون میذارم ولی چون بحث حق کپی رایت داره اینا مجبورم خودم هم گوشه تصویر احتمالا باشم که یه کوچولو کنم خودم که شما بتونید اینو بهتر ببینید اینو با همدیگه فیلمشو ببینید که این باعث غرور من ایرانیه ببینید خود آمریکایی افسر پیشین پنتاگون نشسته میگه آقا من تو شکم ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی اینا چه جوری تونستن ما رو هک بکنن خب وقتی که من اون موقع برنامه ساختم گفتم آقا ایران به یک قدرتی رسیده احتمالا در حوزه پلاسما که این بشقاب پرنداش میتونه پهپادهای آمریکایی رو کنترل کنه من که نگفتم که این اتفاق افتاده گفتم احتمالاً و خب الان داریم شواهدش رو میبینیم ایران به یک قدرت واقعا در چارچوب تکنولوژی بالایی رسیده حالا دقیقا این چی هست باید روش بررسی بشه هنوز آمریکایی نفهمیده خیلی حرفه شما بیایید قویترین ارزش دنیا رو اش اشراف اطلاعاتی داشته باشید این تو دهنی بوده که اینا خوردن اینو نگاه کنی و برای من جالبه برای من جالبه چرا من و تو مهد کودک من و تو که از تو خیابونای مثلا خراب ایران یارو میگه ای برای من و تو میفرستم آسفالتمون خرابه ولی این بچه من و تو هم که همشون رو رنگی پنگی پخش میکنن آقا ما می همه تو اروپا آقا شما یه خیابون سالم به من تو اروپا نشون بده حالا خوبه که ما تو اروپا همه هم خودمون با ماشین گشتیم دیگه دیگه حقیقا تمام اروپای غربی رو من گشتم کشوری نیست دیگه در اروپای غربی بوده باشه من نرفته باشم که با هر ببینیم آقا اینا کجا مثلا چطور اینا رو نیبینن ولی مال ایران رو میبینن الان چطور شما این همه خبر بزرگی که آقا ایران تونسته به یک همچین اشراف اطلاعاتی برسه که بی نظیره. یک اصلا شاهکاره اطلاعاتی است در سطح جهانی اینو سکوت کردن این رسانه ولی شما سن... رسانه های جریان اصلی آمریکایی و, امریکای و اسرائیل زبان باز میکنن و این نوکرای دون پایش و خفه خون گرفتن اینو با هم نگاه کنیم Looking into this report, I think the first thing I want to know is uh, what did you get or what did you sense from uh, U.S. military officials when you asked about this today? Right, well, the response from them was really interesting because the Pentagon responded. A spokesperson simply said, We're aware of the report and we have nothing to add to it. So they didn't confirm it and they didn't deny it, which is really interesting because Iran here is making a lot of really bold claims. I mean, they're claiming that they have the ability to not only hack into U.S. drones, but also to hack in more, into more than one drone at the time and also to control them. I mean, in that video we saw, there's a drone. Own, and they're controlling it and making it land. And the United States is aware of that, you know, from those videos and from the way that they responded to it. So it's really interesting to see this response from the Pentagon. Well, you know, I'm glad you made that distinction because there's a difference between just, oh my God, look, the United States drones over Syria and Iraq are taking some interesting pictures. Let's see if we can see what the pictures look like. That's story one, which appears to be evident according to the reports we're looking at in these pictures. But then there's the second part. And this is what you just said, right? The possibility that they didn't just look at the pictures, but that they actually commandeered the drone itself and thusly brought it to the ground, right? Right, exactly. And the fact that they're looking at more than one drone at the same time, I mean that gives them the ability to see what the United States is seeing from a lot of different points of view over Iraq and Syria and that their drones don't even have to be involved if that's what's happening. A couple of questions. Let me bring in Michael Malouf here, uh, former Pentagon official. So many things to ask you about here. I, I guess the, the first part is what we were just talking about the possibility that so in after America, yeah, after America, yeah. they actually not only peered into the video, but actually <coughs> commandeered and brought down that drone. That's correct. Possible? Do you believe they could have? Oh, yeah, absolutely. They, they probably not only did that, but they can actually use it to gain intelligence on what we're looking at and be able to move their forces. Uh, accordingly, and and th this is technology and a capability that they've had since at least 2011. Mm -hmm. uh, when uh, they were able to commandeer the RQ-170 uh, stealth uh, drone, uh, which was, flew from it was a CIA drone. From Afghanistan, flying over and doing reconnaissance over uh, Iran, they were able to commandeer that drone, bring it down to the ground in um, in, in Iran, reverse engineer that drone and they 're now using drones similar to that, plus they got access to the electronics highly uh, classified electronics inside that drone they were the, the Iranians have been have been known for for years to be expert in electronic warfare they are great at hacking and they, uh, they they're able to control the, uh, the, uh, hmm. the, the uh, algorithms and the logic in order to control these things. They, I've had an Iranian tell me that if, if they can do this on a more sophisticated level, they can do this with radars, our, our ships, anywhere any u.s. or nato uh, uh, capable, capable uh, aircraft. Is, is it protocol, by the way, i know a lot of people are watching us right now and they're wondering, why did we blow up our own drone? is that proper protocol in a situation like this? if we could not gain access to it and it had highly, highly sensitive uh, uh, technologies on it, sure. second question, i really want to ask you as a former <applause> که ولی خب نتونستن خودکشی کنن ایرانی‌ها تونستن اینا رو همه رو به دست بیارن چون الان افسر میگه این پهپادا <laughs> What's the thinking tonight as folks in the Pentagon are monitoring RT tonight and watching this report? Are people going to be fired over something like this? Are they worried? I mean, is this a screw up? I mean, well, it, it shows. I'm a little surprised that the Iranians revealed this, this capability. We probably we were aware of it, but the fact that they've actually gone public. It then allows us now to figure it out. Uh, we probably did not have sy systems sufficiently encrypted, and they they were able then to um, uh, toy and hack into the electronics of that drone or all the drones. And in fact, the RQ-170, they were able to gain control of that by hacking the satellite that controlled it. If they can do. دیگه مجری برمیگرده میگه آقا کسی اخراج شده تو پنتاگون چون این آبروریزی بسیار بزرگیه برای کسی که ادعا میکنه آقا من قوی ترین ارتش و کره زمین دارم و اون افسر پیشین پنتاگون میگه که راستش ما هنوز تو شوکیم یعنی اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی دقیقا افتاده که ببینیم مقصر کیه که اخراجش کنیم یعنی چنان خوردن که هنوز نفهمیدن از کجا دقیقا خوردن هنوز تو گیجی یعنی از سال 2011 تا به امروز که ایران در هشت سال گذشته تونست پهپاد آرکیو سر هفتاد اینا رو به دست بیاره اینا توی این هشت سال هنوز نفهمیدن ایران چجوری به دست آورده و اینو مطمئن باشید بحث حکینا نیست خیلی فرق تر از اینه که ایران تونسته سالم بنشونه این پهباده و حتی این پهبادها همونطور که این افسر سابق پنتاگون داره میگه قابلیت اینو دارن که اگر مثلا بفهمن کنترلشون دست دشمن هست اینها خودکشی میکنن خودشونو منفجر میکنن و اینجا شما نگاه کنین مهندسان و نیروهای نظامی ایران چقدر پیشرفت کردن که جلوی خودکشی این پهپادها ها هم گرفتن خب شما اینا این سطحی که الان در این دو سه روزه پس از سخنان حاجیزاده سردار بزرگ ایران منظورم امیرعلی حاجیزاده که مطرح کرد که ما یه همچین اشراف اطلاعاتی داریم چرا اینو مطرح کرد بازم نمیخواست مطرح کنه آمریکا یا یه مقدار زیادی حرف زدن گفتن که آره ما مثلا تونستیم در حوزه موشکی در ایران نفوذ کنیم جنس قلابی بفرستیم من قبلا هم بهتون گفته بودم ایرانیا اعتقاد دارن که اگه چیز بدی کسی براشون بفرسته پس میدن به صاحب خونه و سردار حاجی این تلویحا اشاره کرد که آقا جان شما اومدید قطعات قلابی رو از یک طریقی به ما بفرستید و درمان نفوذ کنید ما اونا رو حواسمون جمع بود قضیه رو جمع کردیم برای خودتون فرستادیم حالا اینه که گفت سرد و راجع داده گفت ولی بزن حقیقت رو بهتون میگم این ما هستیم که بر شما اشراف اطلاعاتی داریم این هم سند سندی که رو کرد در چند ساعت اول خب ما دلغکان سیاسی مونه که میشناسیم من دلغک سیاسی میگم این منظور هم در درون حکومت هم بیرون حکومت ها من صحبتی که میکنم اینجا علی اپوزیسیون نیست در دفاع از جمهوری اسلامی یا حرفایی که میزنم علی جمهوری اسلامی نیستش در دفاع از فرقی نداره من هرچی میگم بر اساس رالیست سیاسیه وگرنه من هم اعتقاد دارم ما عقب افتاده سیاسی هم در درون نظام زیاد داریم هم بیرون نظام فرقی نداره و این اصلا چیزیست که در دیویست ساله ولی ما دیدیم عقب افتاده های سیاسی ما مثل آمد نیوز که اینا رو خدا زده یعنی واقعا شما مثلا اون پسرک زمزم رو که نگاه میکنید بابا شرماوره اینا ساعتهای اولدی اومدن و اومدم سردار زاده رو مسخره کردن من یک دلقک میمونی رو توی این سازمان مجاهدین میبینم پی که شادی درست میکنه اومده سردار زاده رو مثلا سر این سخنان مسخره کرده خب بابا با جان تو اگر اهل مسخره کردن هستی واقعا و واقعا تو به عنوان کسی که مجاهد هستی به حق باید تو رهبران خودت مسخره کنی چون تمام این رفتارشناسی رهبران خودت از اون انقلاب ایدئولوژیکیتون بگیرید که زناتون رو طلاق دادید و فلا همه اینا اصلا فکاهیه همه اینها تنزه همه اینا رو شما اگه انیمیشن سازی اگه تنز پردازی همینا باید تنزش کنی که یه عقب افتاده به اسم مجاهدین رفتن اشرف حالا اینکه با ایران جنگیدن و خیانت کردن تو سرشون بخوره با خودشون چه کردن تو همون اشرف آخه انسان عاقل خودش همچین این کار رو میکنه که مثلا خودش از تمام لذت های مثلا جنسی و اینا محروم میکنه که دیوونه بشه خل بشه مثل شماها تو اگر به عنوان یک مجاهد علیه مسخره کردن هستی اول از همه رواز خودتون هم مسخره کنی سر تا پاتون مسخره است یا یعنی اینایی که الان در اپوزیسیون حرفایی رو که میزنن بابا سر تا پا یا دیدم یه مش رضا طلب قرونت برم فارغ از اینکه من مامور جمهوری اسلامی هستم یا نه که گور پدرم شما صد نفر بلند شدید رفتید و شد اگر اهل مسخره کردن هستید خودتون رو مسخره کنید آقا اصلا من مأمورم شما صد نفر رفتید و تو سر کله هم زدید از فردای اون روزم هر کدومتون میرید پیش رضا پهلوی و شکایت همدیگر رو میبرید که علیه شما مثلا بیاد اون یکی مثلا بیار بیار بیانیه بده اینقدر شماها دلغه شما اصلا در حد مسخره کردن هستید اونم گارد جاویدان ایرانه که چنین اشراف اطلاعاتی که داره دنیا بابا رئیستون کسی که اربابتونه بهتون پول میره تو سرتون میزنه اسرائیل رسانه های وابسته به موساد مثل دبکافایل فایل اومده میگه آقا ایران هر روز داره قدرتمندتر میشه بعد یه عده اینجا عقب افتادا تو جلسات زوم و اسکایپ و اینا با همدیگه میشینن حالا قبلا ها مثلا یه تکونی به خودشون میدونن تا یه قاره خونه های مثلا اروپا و آمریکا جمع میشدن الان که دیگه تو قهوه خونه های آمریکا و اروپا هم جمع نمیشن الان میشینن یه چیزی به نام زوم یا اسکایپ از این اپلیکیشن هایی که ارتباطات جمعی رو برقرار میکنه تو خونه هاشون میشینن با همدیگه پست و مقام تقسیم میکنن جالبه عموما هم یه روزه دعواشون میشه مثل همین ایران یاران که حشمت تبرزدی رو برد با رضا جون که الان آقای آه تبرزدی هم امروز دیدم دو سه فایل دیگه از صحبتاشون رو منتشر کرد یک روز هم که دعواتو اعتلاف های یک روز هم که تو دعواتون میشه شماها اگر اهل مسخره کردن هستید به خدا رواز خودتون من اصلا دلیلی که از این بحث براندازی با افتخار اومدم بیرون و با افتخارم نرفتم تو دامن جمهوری اسلامی و در یک جریان مستقل از منافع ملی کشورم دارم دم میزنم یکیش همین دلقکی شماست که دیدم آقا در هر حوزه جمهوری اسلامی مسخره است ولی شما مسخره تر از جمهوری اسلامی حداقل آخه یکی به من گفتش که آره اینا جمهوری اسلامی حالا یه چند میلیونی آورده تو 22 بهمن ببین چقدر حماسه حماسه میکنه مسخره است بعد طرف رضا طلبم بود جالب بود توی مترو هم دیدمش همین چند روز پیش فرداش گفتم بابا جمهوری اسلامی حداقل چند میلیون آورده حماسه حماسه میکنه منم قبول دارم دلغکه خب بالاخره جمهوری اسلامی 10 میلیون هوادار داره شما هم میدون انقلاب تا میدان حالا میدان انقلاب 24 اسفند تا میدان شهیاد که آزادی میگن حالا شما یکونی میدون جمع کنی پر میشه خب حالا حالا اینا هم دلغکن هم میگن حماسه حضور یولی اینا چند میلیون جمع کردن هماسه حضور میگن شما که صد نفر رفتید تو ورشو دعوا کردید تو سر کله هم زدید گفتید هماسه حضور یعنی <rere> بخوایم اگر باز مقایسه کنید شما به توان هزار دلغک تر از این حکومت فعلی هستید یکی از دلایلی که من میگم جمهوری اسلامی باید باقی بماند و اصلاحات ملی بشه همینه بعد اینو کسی میگفت که مدافع این بود که حتی خودش نرفته بود داشت با من صحبت مدافع این حضور رضا طلبان در ورشو بود بعد داشت برمیگشت میگفتش که آره اینا میگن همسخرشون رو میکرد میگو اینا مثلا دو سه میلیون آوردن خیابون همسه حضور میگن گفتم باز اینا دو سه تو که صد نفر رفتید دعواتون شد یعنی چی رو با چی مقایسه میکنه اینه من در کل میخوام بگم آقا جان مسخره نکنید قدرت نظامی ایران مهم اینه که ارباباتون از آمریکا بگیر تا اسرائیل اونایی که نام آمریکا میاد قند تو دلتون آب میشه نام اسرائیل میاد قند تو دلتون آب میشه و فکر میکنید که الان اینا مثلا دلسوز شما هستن اینها دیگه دارن اعتراف میکنن اینا دارن میگن آقا ایران در حوزه نظامی به یک قدرت خارق العاده رسیده نه من بدون رو دروسی بگم اینو یکی از وزیران پیشین حکومت گذشته جناب فرهنگ مهر میگفت که زرتشتی زاده بود و در همین مصاحبه واقعا این آقای حسین دهباشی ایشون در کانادا بودن فرمودن که ما در 400 سال گذشته به یک همچین قدرت و صلابت نظامی نرسیده بودیم و اگر میخواید شما منکر این قدرت نظامی امروز ایران بشید که این قدرت نظامی قدرت نظامی واقعی است یعنی ببینی من جایی که جمهوری اسلامی بلوف میاد و چنان میگه مثل همین هماسه حضور 22 بهمن خب 10 میلیون هوادار داره اینا بالاخره طبیعیه پر میشن خیابونا میام میگم چون من یه آدم مستقلم جاییم که بفهمم جمهوری اسلامی داره کاملا راستش رو میگه اونم میگم باورم کنید بحث قدرت نظامی ایران خیلی از سرداران سپاه و ارتش دستشون بسست نمیان این پیشرفتها رو کامل بگن یعنی اینکه شما میبینید در بخش نظامی ما خیلی با غرور صحبت میکنن میگن ما فلان میکنیم علم میکنیم بل میکنیم دهها برابر بیشتر از این میتونن بکنن و رو نمیکنن به خاطر دلایل بسیار گسترده نظامی و منطق نظامی و استراتژی که دارن رو نمیکنن همین اسرائیل در سوریه که یه مقدار اومد جولان داد خب اونا عادت دارن بگن بیان کنن منطق نظامی ایران صبره و این صبر هم که انجام میده البته عملیاتاشو انجام میده ولی بعدش نمیاد خیلی از این عملیات رو رسانه ای کنه ما در نظام بخش سپاه و بر نیروهای نظامیمون در ارتش ما عموما حتی وزارت اطلاعات و حتی بخش اطلاعاتی بخش گسترده از عملیاتهایی که اینا موفق میشن و رسانه ای نمی کنن. من اینو دارم بهتون جدی میگم بابت منطقی که دارن و منطقشون هم حالا در بخش نظامی منطق بسیار قوی است ولی خودشون پشت پرده به اسرائیل میفهمونن که آقا جان سر جات نشوندیم توی سوریه تو جای دیگه به آمریکا همینطور این که اگر این قدرت نظامی نبود ببینید این خارجی ها با ما تعارف ندارن این که ای نشسته الان بر تخت امروز ما میبینیم آقای خامنه بر تخت شاهی ایران نشسته رضا هم بشینه اگر ما قدرت نظامیمون قدرت نظامی فیک باشه قدرت نظامی حقیقی نباشه و این صحبت هایی که الان دارید میبینید واقعی نباشه بیدرنگ به ما حمله میکنن اصلا به ما نمیگن هشدار نمیدن مگه بعد توی خلال جنگ جهانی دوم ارتش شوروی و انگلیس به خاک کشور ما تجاوز کردن اصلا مگه به رضا گفتن 24 ساعت مونده بود کمتر در 12 ساعت قبل از حمله اومدن به رضا شاه گفتن آقا ما داریم حمله میکنیم سفرهای انگلیس و آمریکا اومدن گفتن شوخی ندارن با ما حتی اگر یه رضا و یه چکمه پوشه کسی که دیگه دم از اقتدارگرایی میزنه و من به نظرم همه ایران هم مدیون رضا شاه هستن بابت خدمات گستردهی که داشته ولی در عین حال که ما خدمات رضا رو باید ببینیم عقده نباشیم حمله کنیم آقا حقایق باید ببینیم دیگه ارتش رضا اگر قوی بود و اگر فیک نبود که 24 ساعت 48 سقوط نمی کرد ولو به این که کلی از همین ارتشیان ما مثل برادران بایندور و خیلی چهره های دیگر مثل گروهبان هزار آفرین در بخش های شمالی کشورمون اینها مردانه ایستادگی کردن و جنگیدن و روان برادران بایندور که یکیشون در بندر انزلی به شهادت رسید و یکی دیگه در شاخه همیشه پارس به شهادت رسید تا آخرین گلوله خودشون مبارزه کرد یعنی رشادت های ارتش شاهنشاهی رو شما نمیتونید کنار بذارید حتی ارتش قاجاریه حتی ارتش قاجاریه که بخشای گسترده ای که ما در زمان قاجاری هم از دست دادیم ارتش ما با غیرت بوده قدرتش دیگه بیشتر از این نبود آخه خیلی ها میگن آقا ارتشی های قاجار مثلا بی غیرت بودن خب آقا رضا خیلی جالبه طرف هم که اینو میگه سلطنت طلبه هوادار رضا شاه بابا رضا شاه قبل از اینکه رضا بشه نیروی نظامی قاجار بوده سالها دهه بیش از دو دهه ایشون نیروی نظامی قاجار بوده که بعد رسیده به رضا شاهی. یعنی ما باید بفهمیم چی میگیم نه نیروهای نظامی ما هم در زمان رضا و هم در زمان قاجار واقعا نیروهای با غیرتی بودن واقعا برای این کشور میخواستن قدرتشون بیشتر از این دیگه نبود اگر ما تو جنگ جهانی اول خیلی راحت تسلیم میشیم قدرت ما بیشتر از این نیست یا جنگ جهانی دوم 48 کشور ما رو میگیرن قدرت ما بیش از این نبوده ولی امروز به یاری اهورامزا به یاری اه واقعا فرزندان این سرزمین که واقعا یک نیروی بومی داریم ببیجه در سپاه پاسداران و ارتش که اینها بومی هن. یعنی شما عموم این سرداران رو نگاه میکنین مغزشون در دانشگاه های غربی لیبرالیسم چیز نشده قرویزه نشده در حقیقت بحث نئولیبرالیسم و اینا رو شما تو اینا آدمایی هم که بچه های روستان و عموم این سرداران سپا بچه های روستان مردمی هن و خودشون کسب علم نظامی کنن یک دستاورد بزرگی سپاه پاسداران و این دستاورد رو اگه شما تاریخچه سپا رو بدونید که سپاه رو آوردن ایران نابود کنه سپاه اومدن شروع کنن بسازن ایرانو نابود کنه و به جای نابودی ایران سپاه امروز سازندگی برای ایران میاره خیلی ها فکر میکنن کار سپاه اینه که فقط به جنگه. بابا خیلی از روسیه ها رو سپاه و خیلی بخشی از نیروی ارتش ساختن همین سپاهی که آمریکا یا برنامه‌اش ریختن به سازگارا گفتن وزیر عبای خمینی داشتن آماده میکردن که جنگ داخلی برای ما را با سپاه که بیاد علی ارتشیان کشورمون بیسه که مثلا اگر میخواستن ارتشی ها در دفاع از محمد رضا شاه ایستادگی کنن جنگ داخلی میخواستن را بندازن کشور رو میخواستن نابود کنن همین سپاه الان داره سازندگی میکنه در روستا شما برید در همون سیستان بلوچستان که این بیشرف ها الان در این چند روز 27 جوان سپاهی رو اومدن به شکل خیلی وحشیانه کشتن من امروز فهمیدم که یکی از اینایی که در اون عملیات کشته شده با من در تماس بوده با یک آیدی چون خیلی از این هایی که بچه سپا با من تماسن در تماس هستن نام که نمیدیم حتی برای من فیلم فرستاده که حالا فیلمش فردا پخش میکنم و یادی ازش خواهیم کرد یکی از اینا حتی با ما در تماس بود و داشت خدمات سپاه رو در مورد ایستادگی در برابر تجزیه طلبان در منطقه ویژه در بخش کردستان توضیح میداد خب امروز که این عملیات انجامی شما این آقا برید ببینید سپای پاسداران در سیستان بلوچستان چه زحماتی کشیده این گونه نیستش که آمد در بخش های نظامی سپاه داره کار میکنه ولی این نیروی نظامی که امروز انقدر با سلابت انقدر قدرتمنده که جهان را به تحسین واداشته شما اشک مهندس اسرائیلی رو دیدید که بهش میگن پدر موشکی اسرائیل اشک ریخت گفت من واقعا کاری ندارم من با اینا دشمنم ولی اینها در شرایط تحریم توانستن چنین کار علمی رو انجام بدم و چنین موشک هایی رو درست کنن من به احترامشون کلاه ورمیدارم و اشک ریخت بخص کرد و این مسئله ای که فیلمش هم هست یعنی چیزی نیستش که شما همین همینجوری من دارم میام فیلم همون افسر اسرائیلی میگم افسر پدر موشکی اسرائیلم هم وجود هست موجوده که در آمریکا می ساخن و گفت البته در یک کنفرانسی بنابراین این بخش نیروی نظامی ما با فارغ از تمامی دشمنی هایی که بخشش به حق بخشش به ناحق با این حکومت و من یک بخشی دارم با این حکومت به مثلا یکیش من همین های اسلامی است های حق آزادی بیان و آزادی های مدنی اینا چیزایی که من کوتاه نمیام در برابر این حکومت و اپوزیسیون حکومت تعریف میشم اما در مورد این بخش نظامی این بحث حاکمیت ملی یعنی وظیفه تک به تک ایرانیات با هر گرایشی که دارن با دینی بی دینی ضد اسلامی با اسلامی زرتشتی غیر زرتشتی آتئیستی هر چی هستی با هر باور دینی مذهبی و سیاسی این بحث حاکمیت ملی حاکمیت ملی دیگه اصلا بحث جایی اینا نداره که تو خوشت بیاد یا نیاد بگی آقا من این چه بحث ایدولوژیمه این بخش قدرت نظامی رو ما با هر بینشی که داریم باید دفاع کنیم این یک دستاورد بزرگه ما از سرداران سپاهمون بله به اینکه از بعضی از حرفاشون خوشمون بیاد یا نیاد اینا سرمایه ملی کشور شما ببینید یک سرزمین چقدر باید درون اون سرزمین رنج ها برده بشه فراز و نشیب های گسترده برده بشه یکیش بشه حاجی یکیش بشه جعفری یکیش بشه سلیمانی فارغ از این که ما با اندیشه های اینا اصلا خوشمون نیاد باره من مطمئنم اگه یه جا منو با این حاجی و سلیمانی و اینا تو یه اتاق بندازن ما سر 24 ساعته دعوام میشه یه پس کتک حسابی من میخورم چون اونا نظامی که منم که سسولم هم کتک رو میخورم چون منم که جلو رو نمیتونم بگیرم تو زندان جمهوری اسلامی جلو رو نمیتونستم بگیرم عقایدمو میگفتم طرفم مذهبی بود دیگه داغ میکرد دیگه کارمون به کتککاری هم میرسید عموما و مطمئنا هم کتککاری میشه یعنی من 180 درجه از نظر عقیدت اینا با این افرادی که دارم ازشون دفاع میکنم متفاوت ولی ما بحث بحث تفاوت اندیشه نیست مهم اینه که این افراد در حوزه نظامی امروز دستاورد ایران هستن نه دستاورد جمهوری اسلامی دقت کنید دستاورد مام وطن هستن اینا در دامان ایران بانو پرورش یافتن و امروز اینها باعث افتخار ما هستن چقدر باید یک سرزمین فراز و نشیب داشته باشه که فرمانده که از رئیس ای نامه بده و سردار ایرانی نامه رو باز نکنه باور کنید به هر کسی این نامه رو بده باز میکنه ببینید شما تو اپوزیسیون که میبینید التماس میکنن پلا رو بالا پایی میکنن که با یک مقام سابق سی آی ای بتونن دیدار کنن من در مصاحبه با پسرخاله فرای پهلوی جناب مسعود انصاری داشتم مصاحبه میکردم جمله جالبی گفت این آقای شهریار آهی که مشاور رضا پهلوی بود تو اون اوایل سی سال پیش اینا تازه تا دهه هشتاد میلادی هر جا میشستی میگفت آقا من مثلا با سی آی ای کار میکنم مأمور سی آی ای هم. نمیدونست که این زشته یعنی انقدر تو ذهن این آدم معمور بودن برای CIA ارزش من بود همه جا این قضیه رو یعنی با افتخار میگن آقا من دارم با CIA کار میکنم و با افتخار میگه حالا شما اینو بذار در کنار سردار سلیمانی که نام رو میده رئیس CIA ایشون باز نمیکنه یک وطن چقدر باید بهش فراز و نشیب برسه که یک فردی چون سلیمانی یک فردی چون این بچهای سپاه با هر عقیده‌ای که دارن و متولد کنه این قضیه که این دستاورد ملیه من اینو میخوام بگم بحث حاکمیت ملی است در این دستاورد ملی به مانند یک مرواریده ما به عنوان هر شهروند ایرانی باید همانند یک صدف محافظت کنیم از این مرواریدها و خوشحال باشیم افتخار کنیم بابا اینا دارن غرور از دست رفته ای ایرانی رو برمیگردونن در دیویس سال گذشته بیگانگان هر غلطی خواستن در کشور ما کردن و امروز ما داریم میبینیم بچه های سپاه این غرور رو برگردوندن برای ما که ما با افتخار سینه سپر کنیم این ویدیو رو ببینیم و لذت ببریم مشکل داریم مشکلاتمون رو داخلی ببخشید همه دنیا مشکل دارن الان در همین سوئد بانک من یکیش سوئد بانک، سوئد بانک اومدن کلاهبرداری کردن 48 ساعت پیش مثل بم توی سوئد صدا کرده یه بانک سوئدی که برای نه میلیون سوئدیه پنجاه میلیون کرون که میشه در حقیقت 5 میلیون یورو یا یه چیزی بیشتر بود حتی پون... نمیدونم دقیق... آره میلیون فکر کنم بود درسته پنجاه میلیون کرون اومدن کلاهبرداری کردن مثل بم صدا کرده الان اسویته و تمامی روزنامه های سوئد دارن بهش میپردازن دیروز رفته بودم یه کار بانکی داشتم این بانکدارا همینجور داشتن میلرزیدن که اصلا چنان کلاهبرداری بزرگ و وحشتناک شش ماه پیش همین که مال 48 ساعت پیش بود شش ماه پیش تو همین کشور یک اختلاس بزرگ دیگه ای رو اداره میکروخون ورکت که میشه اداره مهاجرت انجام داده بود اونجا هم یه 7 میلیون کرون اومده بود نه اونجا هم... نه اونجا هم 70 میلیون کرون کلا برداری کردن میشد 7 میلیون یورو یعنی 24 ساعت اخبار 9 میلیون سعودی رو ما داریم میخونیم 24 ساعته توش کلا برداریه و جالبه از این 9 میلیون سعودی خب 4 5 میلیون مهاجرن کلا برداری هم عموما مال اون 4 5 میلیون سعودیه چون مهاجرای خورده میترسن نهایت خلاف مهاجرین تو این کشور یه مثلا دوزی کوچ دل دوزیه دوزی های درست حسابی رو عزیزان سوئدی ما عزیزان با فرهنگ سوئدی ما دارن انجام میدن الان این سوئد بانک همهشون سوئدی های اصلی هن. پدر مادر سوئدی خب این مشکل همه جا هست ما مشکلاتی رو که در کشور خودمون داریم و خودمون باید حل کنیم ولی ببخشید برای مشکلاتی که داریم این اجازه رو نداریم که قدرت نظامی ایران رو که امروز واقعا ببینید حقیقی است اینو بخوایم نادیده بگیریم و اینقدر بی شرف باشیم بلنشیم بریم ورشا به کشور بیگانه بگیم آقا بیای کشور من حمله کن حالا بعضی هم رفتن میگن نه ما رفتیم اونجا بگیم حمله نکن جور دیگه کشور هر جوری که تو رفتی اونجا التماس به خارجی کنی خاک بر سرت این بخش برنامه رو میبندم بسیار غرور آفرین بود وقتی که من گزارش دبکا فایل اسرائیل رو خوندم که نوشته بود ایران قدرتی حقیقی است و ایران توانایی اینو داره در آن واحد هم با آمریکا و هم با اسرائیل وارد جنگ بشه و اینم که افسر پیشین آمریکا در پنتاگون هست که داره آخر روک داره میگه میگه ما هنوز گیجیم نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده چه جوری اینا اومدن این کاری کردن بنابراین این افتخار رو ما داریم و سپاسگزاری میکنیم از تک به امروز هم روز مهندسه و خب من میدونم در بخش نیروی دریایی که این زیر دریایی های بسیار قوی به خصوص زیر دریایی قدیر رو اینا درست کردن حالا من در بخش نظامی خب اطلاعات کاملی ندارم ولی خب دورا دور دارم دنبال میکنم و در بخش مهندسی ما چون امروز روز مهندسه و همین بحث های موشک های بالستیک از همهشون سپاسگزاری میکنم روز مهندس رو به تک تک کسانی که در رأس امور نظامی کشور ما این دستاورد های نظامی رو آوردن سباسگذاری میکنم و از این تیریبون هم سوی استفاده میکنم و به همسر خودم هم که مهندس هستن یک تبریک ویژه میگم سباسگذارم برنامه رو میبندم خب اینو